کتاب ابو مسلم خراسانی. پیرمرد به زودی غذایی برای خوردن و شربتی برای نوشیدن آماده کرد و در برابر آنان نشست و آغاز سخن کرد و گفت: پیش از آن که سعد ابن ابی وقاص اینجا را به شهر تبدیل کند، یک روستای کوچک بود که سابقه چند هزار سال داشته. می گفتن نوح پیامبر کشتی خود را در این آبادی و بر لب آب فرات ساخته. باری چون سعد ابن ابی وقاص از این مکان خوشش آمد، فرمان داد تا در اینجا خانه ساخته شود. نیای من نیز که از مردم همین آبادی بود و در همین مکان که اکنون کاروان سرا زمینی داشت و در آن زراعت می کرد. این کاروان سرا را با خشت و گل بنا نهاد و بناهای نخستین که به فرمان سعد ابن ابی وقاص ساخته می شد از پوشال و نی بود. چنان خانه ها در یک آتش سوزی سوخت و نابود گردید، او فرمان داد تا خانه ها را همانند کاروان سرای نیای من که به پیروی از بناهای ایرانی ساخته شده بود بسازند. گویانیای من در این کار آنان را رهبری کرده اند. باری این کاروانسرا از نیاب پسر و از او به من رسیده. من در زمان خلافت معاویه دیده به جهان گشوده ام و تا کنون از این شهر بیرون نرفته ام جز به آبادی های اطراف برای خرید میوه و گندم و مواد خوراکی و همچنین علوفه برای چهار پایان. از جنگ و خون ریزی بیزارم، در هیچ جنگی نبوده ام و پیرو هیچ گروهی نیستم. مسافرانی که به اینجا می آین خبرها را از اقصان نقاط نزد من بازگو می کنن. من که در اینجا نشسته ام اخبار همه ولایات را دارم و می دانم در خراسان چه می گذرد. برخی از مسافران آنقدر پرحرفند که هنوز از راه نرسیده زبان می گشایند و هرچه دارند بیرون می ریزند. برخی آنقدر تودار و مرموزند که بیرون کشیدن یک کلام از دهانشان از کندن کوه سخت‌تر است. اما من می دانم چگونه از آنان حرف بیرون بکشم. برخی برای آنکه من حجره خوبی به آنها دهم و از چهار پایانشان که معمولاً اسب و شتر و الاغ و قاطر و همچنین خودشان خوب پذیرایی کنم، هرچه بخواهم بپرسم به راستی میگویند. چون نمیخواهم سخن به درازا بکشد، از آنچه خود دیدم سخن میگویم. نخستین حادثه ای که به یادم میآید آمدن مسلم ابن عقیل به این شهر است. عبدالرحمن گفت: آه خدای من، آیا به راستی تو آمدن مسلم ابن عقیل را به یاد می آوری؟ می دانی که چند سال بران رفته؟ پیر مرد گفت: آری، آن زمان من 7-8 ساله بودم و معاویه اندکی پیش از آن مرده و یزید خلیفه شده بود. روزی دیدم که مردمان شتابان به سوی خانه شخصی اوسجن نام می روند و من نیز به عادت کودکان بازی کنان از روی کنجکاوی بدان سو رفتم. خلقی انبوه گرد آمده بودند و دیدار مسلم را خواستار می شدند. شنیدم که می گفتند مسلم ابن عقیل عموزاده حسین ابن علی در پی دعوت بزرگان کوفه همچون هانی ابن عروه و سلیمان ابن سرد خزائی و تنی چند از بزرگان دیگر که از ظلم و ستم معاویه به جان آمده بودند به این شهر آمده.
پدرم که خود ناظر جریان بود می گفت بیشتر بزرگان کوفه نامه کرده بودند تا حسین ابن علی به این شهر بیاید و با او برای خلافت بیعت نمایند. حسین مسلم را فرستاده بود که اوضاع را از نزدیک ببیند. آنچه من به خوبی یاد دارم این بود که کاروان سرای ما جای سوزن انداختن نداشت. حجره‌ها، حیاط‌ها و پشت بام‌ها پر از مسافر شده بود. شهر چنان آکنده از انسان و چهار پا بود که اگر کسی گم می‌شد یافتنش مشکل می‌گردید. مسلم به مسجد آمد و برای مردمی که درون و بیرون مسجد را پر کرده بودند خطبه ای خواند و می گفت ای مردم کوفه، شما مولا و پسرم اویم حسین ابن علی را به اینجا فرا خوانده ای تا با او برای خلافت مسلمین بیعت کنید. من باور نمی کردم که خلقی چنین انبوه برای دیدن فرستاده سرور آزادگان حسین ابن علی گرد آمده باشند. اکنون به چشم خود می بینم و اینها را برای او می نویسم و احساسات شما را برایش بیان خواهم کرد. مردم از جانب پسر عمویم از شما سپاس گذارم. به شما توصیه می کنم که مواظب دشمنان باشید و فریب اختلاف برانگیزان و خیانتکاران را نخورید و در ایمانتان ثابت قدم باشید و استوار. مسلم از این گونه سخنان با مردم بگفت و سپس به نماز ایستاد و همه به او اقتدا نمودند. چند روزی بدین منوال گذشت تا اینکه مرد چهره پوشیده ای وارد شهر شد و به دروازه قصر نعمان ابن بشیر والی کوفه رفت و همه پنداشتند که حسین ابن علی است، پس در پی او روان شدند. آن مرد چون به دروازه قصر که بسته بود رسید فریاد برآورد و نعمان ابن بشیر را خواست. چون نعمان بیامد خود را بشناسان که عبیدالله ابن زیاد است و مردم قوغا برآوردند و او را با سنگ آزردند. اما ابن بشیر در کاخ را باز نمود و عبیدالله به درون جهید و جان سالم به در برد. آوازه آمدن عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره بود در شهر پیچید و مردمی که تا آن دم گرد مسلم بودند یکی یکی و دست دست پراکنده شدند تا آنکه مسلم یکه و تنها شد. سربازان عبیدالله به دستگیری او شتافتند و او در خانه پیرزنی پنهان شده بود و پسر پیرزن داستان را با مأمورین عبیدالله در میان نهاد و جای او را افشا کرد. مأمورین به در خانه پیرزن رفتند و مسلم بیرون آمد و به جنگیدن پرداخت و کسی را یارای برابری با او نبود. به دروغ امانش دادن و دستگیرش کردند و به نزد ابن زیاد بردندش. سپس او را به بالای مسجد بردند و گردنش را بزدند و پیکرش را به زیر افکندند. دیری نگذشت که حسین ابن علی به این شهر نزدیک شد و سپاهی به فرماندهی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص و شمر ابن زلجوشن راهی جنگ با حسین ابن علی شدند. همین مردم که او را فرا خوانده بودند و با مسلم بیعت کرده بودند دست دست راهی جنگ با حسین ابن علی شدند و او را کشتند و سرش را با سر دیگر یارانش به شهر آوردند. سپس توابین از همین شهر برخاستند و مردمی که از خیانت خود به عذاب وجدان گرفتار آمده بودند سلیمان ابن سرد خزائی را گرفتند و بران شدند تا انتقام خون حسین ابن علی را بگیرند. شنیدم هنگامی که میعاد نهادن 16,000 نفر بودند و بامداد که میخواستند به جنگ بروند 4,000 تن و در نیمه راه به 2,000 رسیدند. چون با ابن زیاد روبرو شدن بیش از 500 نبودند و سلیمان سرد خزائی نیز در این جنگ کشته شد و این خیانت سوم کوفیان بود. پس از آن هم مختار ابن ابو عبید ثقفی که از زندان همین شهر گریخته بود شهر را تصرف کرد و سپاهی فراهم آورد. از شیعیان حسین ابن علی و ایرانیان و حکومتی در این شهر بنا نهاد و با عبیدالله ابن زیاد بجنگید و عبیدالله کشته شد و سرش را در سپری به همین شهر آورده و در برابر مختار نهادند.
مختار کشته شدگان حسین ابن علی و جوانانش را در همین میدان که برابر کاخ والیس به سخت‌ترین صورت قتل عام کرد. حکیم ابن توفیل را که عباس ابن علی را کشته بود ابتدا قطع دست و پا کرد و سپس گردنش را بزد. شمر ابن الزلجوشن را آرام آرام سر برید و هرمله را که شیرخواره حسین را با تیری کشته بود آنقدر تیر بزد که پیکرش ناپیدا بود و هر کدامین دیگر را به سزای اعمالشان رسانید. پس از آن مصعب ابن زبیر به شهر نزدیک شد و همین مردم مختار را رها کرده و بدو پیوستند. مصعب با مختار بجنگید و چند روز بعد سر مختار درون یک سپر در همین قصد در برابر مصعب ابن زبیر بود. دیری نپایید که مصعب ابن زبیر که این مردم رهایش کرده بودند با عبدالملک مروان روبرو شد و چون عبدالملک بدین شهر آمد و در کاخ قرار گرفت سر مصعب را درون سپری در برابر او نهادند. کسی از نزدیکان عبدالملک داستان به او گفت. عبدالملک سخت بیمناک شده و به شتاب از جای برخاست و فرمان داد اتاق آنجا را فرو بریزن و خود بیدرنگ از این شهر برفت. این بود کوتاه شده ی آنچه بر این شهر که قبت الاسلام نام گرفته تا کنون رفته است. مردم این شهر در پیمان شکنی شهره آفاقند و به هیچ عهد آنان اعتمادی نیست و هیچ سخن آنان اعتباری ندارد. من بر زبید ابن علی بیمناکم و می ترسم بر سر او همان بیاید که بر دیگران رفته. گرچه دوستداران آل علی با او پیمانها سخت کرده اند، اما که شکستن این پیمانهای سخت و استوار از گسستن نخی برای کوفیان آسان تر است. در این هنگام آوای مؤذن برخاست که مردم را برای ادای نماز مغرب فرا می خواند و پیرمرد که از سخن گفتن خسته شده بود گفت: آیا می خواهید برای نماز به مسجد برویم که هم قال است و هم تماشا؟ عبدالرحمن گفت: من این پیشنهاد را میپذیرم. آیا میدانی چه کسی امام جماعت است؟ پیرمرد گفت: آری، خالد قصری نماز میگذارد. اگر زود به جنبیم به صفه دوم میرسیم. عبدالرحمن گفت: چرا صفه دوم؟ پیرمرد گفت: اول ویژه یاران و نگهبانان خالد است، زیرا بیم آن دارد که در حین نماز فرقش شکافته شود. در این هنگام آن دو یار دیگر نیست که برای تفحص و تجسس رفته بودند باز آمدند و همراه آنان عازم مسجد شدند. با همه شتابی که آنان در رفتن به خرج دادند به صفوف چهارم و پنجم هم نرسیدند. به هر حال خالد هم در میان نگهبانان خیش که همچون دیواری آهنین بودند وارد شد و یک راست به محراب رفت و نماز را بیدرنگ آغاز کرد. پس از ادای نماز خالد به منبر رفت تا خطبه بخواند که از میان جمعیت مردی فریاد زد: ای مسلمانان، زمان آن رسیده که به یاری زید ابن علی فرزند پیامبر به شتابیم و ریشه ظلم و فساد را از بیخ و بن برکنیم. در پی آن فریاد مردم برخاسته و آشوبی در گرفت. جمعی به طرفداری آل بنی هاشم و جمعی به طرفداری آل مروان فریادها برآوردند. بیم درگیری می رفت که خالد برخاست و در میان حلقه نگهبانان خود به شتاب از مسجد بیرون رفت. آشوب و بلوا ساعتی برقرار بود تا آنکه سرانجام رفته رفته نمازگزاران مسجد را ترک کرده و رفتند. پیرمرد به آن چهار تن گفت: دیدید امشب به خیر گذشت. گاه در چنین مواقعی زد و خورد در می گیرد و تنی چند کشته یا زخمی می شوند. آنان گفتگو کنان در فضای نیمه روشن میدان به کاروان سرا رسیدند و در آنجا جوانی بلند قامت و قوی بنیه را ایستاده دیدند. پیرمرد با دیدن آن جوان گفت که: آه، تو آمده ای؟ و سپس رو به عبدالرحمن و یارانش کرد و گفت: این سعید فرزند من است که درباره او با شما گفتگو کردم. سپس رو به فرزندش کرد و گفت: این عبدالرحمن و پیررنج و دو تن از یارانشان هستند. عبدالرحمن با دیدن چهره سعید که نشان خوشرویی از آن دیده می شد لبخندی زد و گفت:
برادر، امیدوارم از دیدار ما مکدر نشده باشی. سعید لبخندی زد و گفت: پدرم مردی است دنیا دیده و با هر کسی دوست نمی شود. اگر با شما به دوستی نشسته که چهره اش را این گونه شاداب می بینم، یقین دارم که شما جوانان خوب و با اعتمادی هستید. من هم از دیدار شما خرسندم. در این هنگام پیر مرد دستی به شانه ی عبدالرحمن و دستی بر شانه ی پسر خود نهاد و آنان را به درون دهلیز راند و گفت: اینجا جای این گونه سخنان نیست، بروید درون خانه زیر نور چراغ با یکدیگر گفتگو کنید تا من سری به دیگر ساکنان کاروان سرا بزنم و حاجتشان را برآورم، سپس به شما می پیوندم. آنان را به درون خانه راهنمایی نمود و پی انجام کارهایش رفت. آن پنج تن به درون رفتند و در برابر یکدیگر به گفتگو نشستند. عبدالرحمن گفت: ما پیش از نیمروز به این شهر آمده این پی انجام کاری. محبت یارمان بود که با مردی خوش سخن و دانا و مهربان چون پدرت آشنا شدیم و از سخنان شیرین و داستانها و گفتارهای دلنشین او بهره مند گردیدیم و پدرت ما را مشتاق دیدار تو کرد. اکنون خرسندیم که تو را بهتر از آنچه که پدرت گفته بود بیابیم. سپس داستان آمدن خود و یارانش را به کوفه بیکم و کاست بیان کرد و گفت که امیدوار است به یاری او بتواند به دیدار عیسی و ادریس برود. سعید پس از شنیدن سخنان عبدالرحمن مدتی در اندیشه فرو رفت و سپس سر برداشت و رو به عبدالرحمن کرد و گفت: من عیسی و ادریس را نمی شناسم، ولی با نشانی هایی که دادید می دانم که آنها کجا هستند. آنها زندانی مخصوصی هستند. معنی آن این است که هیچ کس بدون اجازه والی یارای رفتن نزد آنان را ندارد. عبدالرحمن که آنگاه افسرده شده بود با صدایی گرفته گفت: چرا چنین است؟ مگر جرم آنان چیست که تا این اندازه محدودیت قائل شده اند؟ سعید با صدایی آرام گفت: اینکه آنان چه کرده اند به درستی نمی دانم و سعی می کنم روز دیگر به درون زندان بروم و پرسجویی کنم و اگر بتوانم با آنان گفتگو نمایم. شاید کسی از میان زندانبانان را بیابم که بتواند شما را یا دست کم یکی از شما را به درون زندان ببرد. اما حال که سخن به اینجا کشید، بگذارید کمی از اوضاع زمانه تا آنجا که شنیده و دریافته ام سخن بگویم. اوضاع چندان رضایت بخش نیست و گرچه همکنون هشام ابن عبدالملک ظاهراً بر کارها تسلط دارد، اما وضع روزگار آشفته است. همکنون زید ابن علی در مدینه علم مخالفت برافراشته و پیروان او از کوفه و بصره و مدائن تا شیراز و کرمان و ری به اون نامه می نویسند و او را به قیام بر علیه آل مروان می خوانند. چند سالی است که طرفداران آل عباس تشکیلات مخفی ایجاد کرده و محمد ابن عبدالله ابن عباس را به امامت برگزیده و خواهان قیام او هستند. از سوی خلفای آل مروان با یکدیگر سازگاری ندارند. در واقع باید بگویم که این آن را می کشد و آن این را مسموم می نماید و باور نمی کنم که هشام یک شب خواب راحت داشته و آسوده سر بر بالین بگذارد. از سوی والیان شهرها تشنه به خون یکدیگرند و در خراسان روزی نیست که دسته ای قیام نکنند و جنگی و کشتاری در نگیرد و والی شهرها به منصب خود اعتمادی ندارند. همین خالد هر آن منتظر است تا از حکومت بر کنار شود. از این روز که نخست میکوشند تا میتوانند کیسه خود را پر و سپس اطرافیان خود را سیر کنند. خلاصه چنان آشفته بازاری است که نه سر آن پیداست و نه ته آن. اکنون چاره ای نمی بینم جز صبر تا اینکه به نحوی خود را به زندان برسانم و بدانم که آنان در کجا هستند. عبدالرحمن گفت: برادر، از تو بی اندازه سپاس گذارم که تا این اندازه محبت می کنی و به خاطر ما خود را به زحمت می اندازی. می خواهم بگویم هرگاه دینار و درهم در این میان کارساز است، از پرداخت آن دریغ نیست. سعید گفت: دینار و درهم نه در این زمان، که در همه زمانها کارساز بوده و پس از این نیز کارساز و چاره کار خواهد بود. آن هم باید ببینم چگونه چاره کار ما را خواهد کرد.
عبدالرحمن دست در شال کمر خود کرده و کیسه ای بیرون آورد و به سوی سعید گرفت و گفت: دنیای کتاب صوتی.